سلام و صد سلام خدمت شما عزیزای بیننده، خدا کنه که خوب و جور و صحت و سلامت باشین هر جایی که هستین. معصوم اکرمی هستم، یک بار دیگه در خدمت شما خوبا و عزیزای دل قرار گرفتم. صدای ما را از آشپزخانه مرکزی میشنوین. امروز یک رسیپی خوب دارم براتون. میخوایم که بسراق تیار کنم. یگان کس به نام بورساق یاد میکنه، یگان کس به نام خجور میشناسه، یگان کس به نام روغن جوشی میشناسه. من خودم به نام بسراق میشناسم. بسیار یک شیرینی خوب است، مزه دار است و همراه چای خورده میشه. در مسافرت ها مردم میبرن چون که یک خوراکی هست که به مدت طولانی نگه داشته میشه و بسیار یک شیرینی ملایم داره، دل نمیزنه. به هر طریق پخته میشه، هم نمکی میتونین پخته کنین، هم شیرین میتونین پخته کنین. همی که کمی نمک بندازین، کمی شکر بندازین که یک مزگه که ملس خوب بته، او رقم هم میتونین تیار کنین. و مهمتر از همه ای که امروز میخوایم در برنامه نشان بتم که چی رقم شما بسراغ به مدت طولانی نگهداری کنین در فریزر. چون که اگه بخواین در یک محفلی، در یک تولدی مثلا، یا در یک سفره صلوات، یک گپی باشه که ایره در نظر بگیرین تیار کنین، همون روز که بسیار وقت میگیر آدم تیار کردن نمیتونه. بهتر است اگه یک روز دو روز سه روز پیش آدم تیار کنه، در فریزر نگاه کنه پاک صفا آماده، همون روزی که کار داشت شوش از فریزر بکشه تا صبح یخهای خود او میکنه و همتو تازه و مزه‌دار میتونین که استفاده کنین، نوشیجان کنین. و همچنان صبح من مهمان دارم تاریخ 25 دسامبر، چون رخصتی هست مهمان، اولین مهمان قرار است خانه ما بیایه به خاطر خانه تبریکی ما. دیگه میخوایم که منتو تیار کنم چون که سبا نمیرسم، دیگه چیزا میخوایم پخته کنم. منتو را امروز تیار میکنم، فریز میکنم، اونم برتون نشون میتم. البته که در برنامه های قبلی نشون دادیم چی رقم فریز میشه، چی رقم پخته میشه، اما بازم برتون دوباره نشون میتم. دیگه اینا می دو کارا میکنیم، دو کاری که یک ذره سخت است، قدر آسانم نیست. مگم من آشپزی رو خوش دارم، دلچسب است، کاری است که خانم همه خانم باید روزانه انجام بدن، از او خاطر با شوق انجامش میدیم. میریم که مواد اولیه رو برای شما خوب معرفی کنیم و شروع کنیم به خمیر کردن. خب موادایی که من به منتو کار دارم، اول موادای منتو رو معرفی کنم. آرد است که باید خمیر کنیم، همراه نمک و روغن خمیر مایه نمیفته. و گوشت کوفته ای را که چند روز پیش رفته بودم مارکت خریده بودم، گوشت کوفته اینا داخل یخچال بود که بسته بندی کرده بودم، اینا را شب از یخچال کشیدیم، ماندیم که نرم شوه که بخیر اینا سرخش کنیم. داخل منتو ما امروز میخوایم که کرم داخل یخچال خود داشتم، میخوایم کرم استفاده کنم و داخلش که پر میکنم. و همچنان زردک بسیار مزه دار میشه و سیرخو میفهمین که در هر غذا کار است، و اضافه ادویه‌جات. برای بسراق چی کار است؟ شیر کار داریم، شیر پرچرب، پودر هل کار داریم، دلخواه است، مارگارین یا روغن نباتی یا مسکه نباتی یا گیاهی کار داریم. البته ای زیاد است، نصفش یا کمتر از نصفش، هر قدر که لازم بود استفاده میکنیم. نمک، خمیر مایه، آرد و شکر لازم داریم و همچنان تخم مرغ که من اینجا تخم مرغ ماندیم که باز به اندازه لازم استفاده میکنیم. امروز دلم هست که در خمیر منتو هم من تخم مرغ استفاده کنم. اینجا یک بسته سیر گرفتیم که اینا را میخوایم پوست کنم و خمیر سیر تیار کنم، چون که در مهمانی خوب است که سیر ما در یخچال تیار آماده باشه و وقت زیاد نگیره. و همچنان در منتو پیازم کار داریم که پیازم اینجا یادم رفته بیارم. بریم که اول خمیر منتو را کنیم و خمیر بسراق کنیم، باز بریم گوشت منتو را سرخ کنیم. خب دوستا، من اینجا یک دانه دیگه که خورترک گرفتیم، داخل از دی میخوایم چی بندازم. اول از همه شکر یا بوره باید بندازیم که به مقدار کافی بوره را من اضافه میخوایم کنم. یک گلاس از این گلاس ها داخل دیگ اضافه کردم، یک کمی هم بیشتر میتونین استفاده کنین، شیرینیشه که هر قدر خودتان خوش دارین. و همچنان همراه یک چاقو کره یا مسکه مارگارین، اینجا پشتش تقسیم بندی کرده خودش، 100 گرم جدا کرده ایناله، من 200 گرم جدا میکنم. 200 گرم انداختم و همچنان شیر ایناله اضافه میکنیم. شیر باید گرم باشه،
جوش نباشه، داغ نباشه، گرم باشه. انگشت ما رو که داخلش میگیریم نسوزه. با اوت یک شیر باید خمیر کنیم و بوره را من داخل شیر اوش میکنم، به خاطر که این رقم خمیر کردنش آسان تر است. شیرم من یک گلاس سرش اضافه میکنم که کم است. دو گلاس میندازم. دو نیم گلاس. حالا زیر روشن میکنیم، میمانیم که بوره او شوه، شیر گرم شوه، مسکه او شوه و یک مایه به دست بیایه که همراه همین مایه قرار است ما خمیر کنیم. خب دوستای نازنین، من اینمی شیر و شکر و روغنه که سر گاز گذاشته بودم ای داغ شد یک ذره بیشتر است بشیم تا که او شد شکر اویاش، بازی را در کاسه خالی کردم و ایطوری همراه یک ملاقه میکسش کده رفتم تا که یخ شوه و فعلا دمو حرارتی که من میخواستم رسیده، چون که نباید داغ باشه. داغ اگه باشه مشکلی که پیش میاره ای است که خمیر ما نمیرسه، چون خمیر مایه میسوزه. پس از او خاطر نباید داغ باشه، این خیلی دقت کنین. و اینال موادای خود پایین میاریم. من در بالا خمیر کده نمیتونم، باید در پایین بشینم و خمیر کنیم. تخم مرغ، آرد، من 2 کیلو آرد گرفتم، دستای خودم شوشتم. اینال آستینای خودم اینجا قاط میکنم که اذیتم نکنه. اول از همه داخل از این میبینیم که چقدر خمیر مایه دارم. خواهی کم است، نصف پاکت بود، نصف دیگر هم از دیم اندازم. خمیر مایه خشک بهتره تا خمیر مایه تر. خمیر مایه تر یک بویک داره. باز نمک به اندازه یک قاشق غذاخوری، زیاد نندازین که باز بدمزه میشه، خیلی شور میشه. من یک دفعه کده بودم دعید، نمکش یک ذره از پیشم زیادتر شده بود و یک ذره بدمزه شده بود. همیشه نمک کم بندازین که شور نشه. خب اینال هله باید بندازیم. هلم که به مقدار دلخواه نصف قاشق غذاخوری انداختین، یک قاشق غذاخوری انداختین، اوکی هستم. تخم مرغ میتونین که 4 الی 6 تا میده کنین. تخم مرغ هم من در محیط خانه مانده بودم که سرد نباشه. 2 3 4 5 6 6 تا بس است، به خاطر که 2 کیلو آرد داریم. آردم آرد ترمیده من از ویلیس خریدم. اینال برتون میخوایم که قصه بسراغ کنم. سال 2017 بود و من سر یاسمین جان حامله دار بودم دیگه. بسیار دلم میاد روز بسراخ شد، تو حواس بسراخ کردم که توبه دیگه. من وقتی که آشپزی مقدر خوب نبود و اولین بار بود که میخواستم بسراخ تیار کنم و ای که دست آستینا رو بالا زدم و خمیر کردم بسراخ پخت، خمیر تیار کردم، بسراخ ها رو پخته کنم، بسراخ ها رو جور کردم، در روغن سرخش کردم دیگه با یک اشتیاق دیگه. قیافش خیلی خوب بود که همه که هر کدامش که میخوردم یا از وسط که نیم میکردم، از داخل همی بسراق خمیر غاز میکشید، داخلش خام مانده بود دیگه. بسیار شکر خون شدم و ششتم خوب گریه کردم، بودم که بخاطر شکم خود گریه کردم، خیلی ناراحت شدم، گفتم که چرا بسراقایم خراب شد. دلیلش هم ای بود، او وقت نمیفهمیدم، مگم پسان که فهمیدم دلیلش ای بود که بسراقا دبل دبل شده بود از پیش من و داخل روغن به اندازه کافی پخته نشده بود و ای که روغنم داغ بود، حرارتم بالا بود، از او خاطر بود که بسراقای من خراب شد. زیاد کسا پرسان کرده بود از من که ما داخل بسراق ما خام میمونه. دقیقا این مشکل است. مشکل همی است که بسراق شما دبل است، باید نازک بگیرین و در حرارت متوسط سرخ کنین. در سرخ کردنش عجله نکنین، نازک، خوب نازک بگیرین، در حرارت متوسط سرخ کنین. 100% مغز پخت میشه، رنگش هم بسیار خوبش میایه. خوبم تو زرد زرد خوبش میایه
و ای که مغز پخت میشه دیگه اصلا خام نمیمونه. بعد از او که من دیگه هیچ تیار نکردم دیگه از بسراغ بخی بدم اومد به خاطر اینکه جگر خون شد من موشو تا ناوقت شب ششتم یک کتم پخته کردم یک دانش هم خورده نشد کل شده آش خالی انداختم متاسفانه. بعد از او دیگه جور نکردم تقریبا چند سال دیگه 3 سال 4 سال از او تیر شد. باز یک روز حواس بسراغ کردم دوباره که جور کردم این دفعه زغاله ها را یا مو بسراغ هایی که جور کردم بسیار نازکی گرفتم و در حرارت متوسط سرخش کردم. باز بسیار خوبش آمده بود، داخلش خوب مغز پخت شده بود و خوب پف کرده بود، خیلی خوبش شده بود. شما هم که جور کردیم همون رقم جور کنیم دیگه. اینی هم یک نکته خیلی طلایی بود، خیلی مهم بود در پختن بسراغ که زحمت هایتان مثل من حیف نشه. و اینال من 6 دانه تخم مرغ انداختم، یک قاشق غذاخوری کمتر نمک، نصف قاشق غذاخوری هل و همین دیگه. اینمی مواد ما رو کم کم اضافه میکنیم و خمیر میکنیم. مای خمیرم راستی انداختیم که مهمترین است، بدون مای خمیر نمیشه. دیگه خدمت گل شما عرض کنم که بسراق یکی از غذاهای خیلی خوشمزه است، یک غذای کامل است. سعی کنین چه خوب موادای خوب داخلش اضافه شده، مثلا تخم مرغ خیلی خوب است، آرد خوب است، مسکه خوب است، شیر خوب است، یک غذای خیلی خوب بر اطفال ما و شما هست، مخصوصا اطفالی که وزن نمیگیرن یا اطفالی که مکتب میرن و شما باید بر از وا لانچ باکس تیار کنین یا که خوراکی بانین در مکتبشان رایی کنین. برای از او اطفال پیشنهاد من این است که شما حتما هفته یک دفعه زحمت بکشین با سراخ تیار کنین. باز این حال فریز کردنش هم نشان میتونم، نگه قرار نیست که هر روز زحمت بکشین خمیر جور کنین درد سر کنین دیگه. همه تو بخیر با سراخ تیار کنین و در مکتبشان بانین. اطفال خوب سیرام نگاه میشه و یک خوراکی بسیار فوق العاده هست. و یا ای که خودتان اگه مدرسه میرین درس میخونین یا سر کار میرین یا شاورایتان هم میتونین که بسراغ تیار کنین، همی که به دراز مدتی رو نگاه کردن میتونین و همی که خراب نمیشه و خوشمزه است، خوشخور است، میتونین که تیار کنین و سردم سرو میشه، هیچ درد سر گرم کردن و این چیزا را نداره. من خودم که شوهرم تاکسی درایور است، در تاکسی کار میکنه، باید که خوراکی داشته باشه وقتی که گشنه شد بخوره. باز من همیشه هفته یک دفعه بسراغ پخته میکنم، در فریز میمانم، هر دفعه ای که رفت باز بسراغ داخل پاکتک ها بسته‌بندی میکنم، هر دفعه ای که سر کار میره یک پاکتک برش میتونم میخوره و کل روز انرژی داره و یک غذای خوبم هست. شما میتونین که این کار کنین و این که یک شیرینی حساب میشه، یک غذای بسیار با قدمت است. او زمانی که مردم موتر نداشتن و در اسب یا شتر سفر میکردن از این شهر به این شهر که چند شب در آن میموندن، باز مردم از این بسراق تیار میکردن میبردن، چون که با مدت طولانی بدون از اینکه خراب شوه نگهداری میشد و نوشیجان میکردن در آن دیگه. از او خاطر بسیار یک چیز هوسانه خوب است. یک کسی بر من نوشته کده بود که یک تا ماشین خمیر بخر، دستای تا درد میگیره. مسیج نوشته کده بود بر من. ماشین خمیر تا حال نخریدم، نه ای که پولیش نداشته باشم، میتونم برم همین لحظه بخرم، مگم ای که خب خمیر کردن اونقدر کار سختی نیست دیگه. از یک طرف هم به نظر من ورزش است، خوب است که آدم کنه این ماهیچه های دست آدم به کار میفته و خود آدم خمیر کنه بهتر است. من خودم دوست دارم که بعد دست خود خمیر کنم و دستای آدم به نظر من که خمیر کردن درد نمیگیره، هنوز قوی ترش میسازه، خوب ترش میکنه، چون که ازش کار میگیرین، به حرکت میفته و یک نوع ورزش حساب میشه دیگه. اگه بخی کل کارهای خانه رو ما شما کمپیوتری کنیم، باز
او وقت امکان داره که دست آدم درد بگیره. بازم تشکر از نظر خوبت خوار قندم. حالا شایدم در آینده ها خریدم. مگم یک مشکل دیگه که ماشین خمیر داره و خدر کلان نیسته، مثلا به مقدار زیاد آدم نمیتونه داخل از او خمیر کنه. اینمی خودش یک ورزش حساب میشه که آدم عضلات دست خود در کار بندازه. ما دخترایم هم خیلی بسراغ خوش داره، چون که واقعا مزه‌دار میآید دیگه. اینال خمیر که منسجم شد، جمع شد، آرد دیگه تر نموند، باید خوبی را ورز بتیم دیگه. خوب از همون مغزای دلتان، از صدق دل ای را ورز بتیم که خمیر خوب شوه، چون که کل گپ سر امی خمیر است. و امروز هر چیزی را، هر آن چیزی را که شما فکرش میکنین میتونین که فریز کنین، خوب تازه میمانه. امروز تاریخ 24 دسامبر است، ما تاریخ 25 که فردا باشه و همچنان تاریخ 29 مهمان دارم و اینا به مهمان ها تیار کردیم. خمیرش هم نباید سست باشه، یک نسبتا خمیر سفت باشه. خوبم تو سر دو پایی بشینین، زورتان سر خمیر بندازین که یک خمیر جانانه شوه. خمیر تیار شد، اینا لیره سرش پلاستیک پیچ میکنم در یک جای گرم میمانم تا که دو برابر شوه. سودر خودسای عزیز، خمیر بسراغ انجام شد. حالا میخوایم که خمیر منتوره کنم. مگم همینجا مفکوری خودا تغییر دادم، میخوایم که آی خانم کنم. مواد منتو آی خانم یک رقم است، در آی خانم داخلش کرم و زردک هم میایه که من امروز میخواستم داخل منتو هم اضافه کنم، اما پر کردنش خیلی سخت است دیگه، یک ساعت بیشی دانه دانه پر که طول میکشه. همون بهتره که آی خانم پر کنیم، کتا کتا زود خلاص شوه. کارهایی که میکنم، دو دانه تخمه میده میکنم داخل یک دیگ، یک دانه تشت پلاستیکی داشتم، دو تا داشتم، یکیش خامیال داخلش خمیر کردم، یک تای دیگه اندازی از او داشتم که او در کوچکشی میده شد دیگه. دفعه بعدی که بازار رفتم در یاد خود بگیرم که یک تا تشت اندازی از او بخرم که هم تو قاعدگک به درد آدم میخوره روزانه. دو دانه تخم مرغ، نمک به مقدار کافی، نصف قاشق غذاخوری بس است. آب میندازیم همراه یک چنگال یا یک قاشق میکسش میکنم. و آب ولرم پیش دست خود گرفتیم، خمیر آی خانوم میکنیم. یک کمی هم آرد نگاه میکنم که در وقت تیار کردنش لازم ما میشه. اینمی هر قدری که شد تیار میکنم. کمی هم روغن سرش میدازم که خمیر نرم بیایه و خمیر میکنیم. خمیر مای خانوم یا منتو یا آشک یا آش کلش یک رقم است و باید سخت باشه، به خاطر که از ماشین میکشین یا از آشگز میکشین باید که سخت باشه، اگر نیم باز میچسبه. اما کم کم اضافه میکنین که خمیر سست نشه.
دیگه از اون خاطر امروز دیک خمیر کردم که دیگه ظرف کلانتر نداشتم. باز انشالله میرم یک تشتک میخرم. باز داخل از این مای خمیر نمیایه، نمیفته، لازم به رسیدن نداره، فقط استراحت کنه کافیست. اول خمیره را آرده را کلشه او میندازیم که خمیر شود، خشک نمانه، بعد از او ورز میدیم. دوستای قند نازنین، خمیر آی خانم تیار کردم و زغاله کردم و داخل دیگ ماندیم که استراحت کنه ای رقم و تا او وقت موادی که در داخلش قرار است پر کنم او را تیار میکنم. داخلش کرم میفته، بسیار مزدار شام میکنه. کرم هم شوشتیم، توتک کردیم، اینال از داخل از این ماشین خلال زردک میکشه میشه، بسیار خوبش میکنه و زردکار همچنان. میتونین شما قدستم توتک کنین، میتونین که از رندام بکشین، از هر ماشینی که در دسترستان قرار داره. ما یک کوچولو نمونه اینجا کشیدیم، باقیشم از این میکشم. مواظب دستایتان باید باشین. دوستا من گوشت داخل یک دیگ انداختم که ایره بخیر سرخش کنم و اینجا کرم همراه زردک توته کردم، آماده شد. پیازارم از ماشین کشیدم، سیر پوست کردم، در او یخ تر کردم، ماندم که گازش گرفته شوه که پسان خمیر جورش کنیم. ایناله گوشت با همدیگه سرخ باید بکنیم. هنوز روغن اضافه نکردیم، اول گوشت سرخ شوه، رنگ خود تغییر بده، باز روغن اضافه میکنیم. روغن هم اقدر زیاد اضافه نباید بکنیم. گوشت هم گوشت گساله است. اینجا میگن نوت فرش. خب دوستای عزیز، دیگه گوشت کوفته ای ما کاملا آبش خشک کرده، رنگش تغییر داده و آل در سرش سیر و مقدار لازمه اضافه میکنیم. همین لحظه در اینستاگرام هم لایو هستیم. دوستای اینستاگرام هم به شما سلام میرسانه. من هنوزم روغن اضافه نکردیم، سیر سرش رنده میکنم و بعدش روغن و مسالجات اضافه میکنیم و ترکاریایی که توته کرده بودیم. خب دوستا سیرام توته شد، حالا در سرش با مقدار کافی روغن اضافه میکنیم. روغن نباید خیلی زیاد باشه که باز چرب میشه. و ادویه هایی که دوست دارین اضافه میکنین که مهمترینش زردچوب است، به مقدار لازم اضافه میکنین و همچنان مرچ سیاه. مرچ سیاه خیلی مهم است به خاطر از اینکه بوی گوشت بگیره و یک طعم خوب بده به غذا، و همچنان پودر تخم گشنیز و زیره هم خیلی مهم است. نمک یادمون نره، نمک هم که اصلی ترین چیزی است که باید اضافه کنیم که هر غذایی که خوشمزه است از نمک است. و اینال خوب گوشت سرخ میکنیم همراه تمامی امی روغن و سیر و مسالجات تا که یک رنگ خوبه به خود بگیره. 50% گوشت پخته شده بس است، باقی ماندش وقتی که همراه وقتی که داخل خمیر پر میکنین، در وقتی که پخته میکنین تفت میتین، او زمان باقی ماندش هم پخته میشه. و آله در سرش زردک و کرم که تو تکده بودم اضافه میکنم. اینا که پخته شد خود خرد میکنه و
اقدر زیاد داخل گوشت دیده نمیشه. خمیر بسراغم رسیده، گوشت که آماده شد میمانیم که سرد شوه و خمیر بسراغ زغاله میکنیم. کوشش میکنیم که مواد رو سر و زیر کنیم و بسیار احتیاط که نریزه. اجزای دل ایره میکس کردم، آماده شد. در این مرحله میتونین بچشین، اگه نمکش یا چیزش کم بود میتونین اضافه کنین. آل پیازایی که توته کرده بودیم هم در سرش اضافه میکنیم و یک میکسش میکنیم که پیازا به حرارت گوشت خود کمی نرم کنه. دیگه میمانیمش کنار که سرد شوه و داخل خمیرا پر میکنیم. خب دوستان عزیزان، همونطوری که میبینین خمیر بسراغم کاملا رسیده. ایره پفایش میگیریم و این بهترین بسراق خواد شد و این باید در زغاله های بسیار کوچک به زغاله های قدری تقسیمش کنیم و زغاله کنیم. این قدری این دیگه اینال در یک ظرفی در یک پتنوس این را یک قسم زغاله میکنم کل همی خمیره و برمیگردم. گوشت همون طرف ماندیم که یخ شوه، این طرف اینجا ماندیم که یخ شوه. تا که یخ شوه ای ما بسراغ پخته میکنیم. خب من برمیگردم اینا رو زغاله کنم، برمیگردم. خب دوستای عزیز، زغاله رو من نیم ساعت پیش انجام دادم. رسید تقریبا 2 کیلو آرد ما بر ما 53 دانه بسراق داده. آله به کمک یک دانه رنده یا به هر وسیله که دارین، به هر چیزی که میتونین شکل بتین بسراقایتانه. پلاستیک حتما سرش بکشین که خراب نشه. در این قسمتش عوار کنین و امرای دستتان خوب ایره نازک کنین تا جایی که میتونین که کاملا نازک باشه که مغزش خام نمانه و او زمان دسر از این رولش کنین یا هر شکلی که دوست دارین یا بلد هستین دیزاین بتینش. من ایره به کمک یک دانه رنده عوارش میکنم و شکل میتومش ایتو رولش میکنم. زغالا کلان کلان معلوم میشه، مگم کلان نیسته چون که پوف کده آل خمیر اثرش تیر شده. ساعت به این شکل تمامی بسراغا را من پر میکنم. بعضی کسا هسته که به شکل چوتی بستش میکنه، بعضی کسا هسته که این رقم عوار میکنه. خوب نازک در سر یک چل و صافی چیزی شکل میته، باز دو طرف به هم دیگه وصل میکنه. ما بینش سوراخ هسته که اصل اوریجینالش یا مدل اوریجینالش همو است. این رقم از ما بین بسته میکنه، باز یک فشارم از اینجا میته که در واقع واز نشه. این مدل مدل مقبولی هسته، اینطوری وسطش سوراخ. دیگه هر مدلی که خودتان دوست دارین همون رقم بکنین. روغن هم سر گاز ماندیم که گرم شوه، داغ نشه، گرم شوه و بخیر در روغن پختش میکنیم. خوب نازک که باشه به هیچ وجه خام نمیمونه. دوستای عزیز، ما یک پتنوس اینجا تیار کردیم. اینال روغن داغ شده، در داخل روغن سرخش میکنیم. پشت و رویشه خوب هم تک طلایی مقبول که شد پخته است. دیگه به هیچ وجه داخلش خام نمیمونه و میمونیم که به ما رنگ دلخواه ما که شد برسه.
و از روغن میکشی میشه، پشت رو میکنیم که همه قسمتاش یک رقم طلایی شوه. ای اولیش از اولاد هسته که گشنه شده میخواه بخوره، باز باقی مانده شه من سرخ میکنم و میمانم که خنک شوه، یخ شوه و بعد از او فریز میکنیم. کمیال بسار یک رنگ مقبول گرفته، ممتاز چون که لایت هسته روشنتر نشان میده اما بسار رنگش مقبول شده. گروپ اک روشن کنم، سفید تر معلوم میشه، مگم رنگش به می اندازه بس است، بسیار خوبش شده. کاملا مغزش پوک پوفکی و بسیار بسیار خوبش و اصلا هم به خود روغن جذب نمیکنه. یکی از بهترین شیرینی هایی هست که شما میتونین تیار کنین. قبل از اینکه در روغن بندازین یک دفعه دیگه این قسمتی که بسته کردینه در سر رنده یک فشار بتین که داخل روغن واز نشه و بیش از حد هم پر نکنین، به اندازه کافی جا داشته باشه که بسراغا پخته شوه. به این شکل میمانیم که سرخ شوه، همین قدر هم که انداختیم بس هسته که کاملا جا داشته باشه و در فضای آزاد سرخ شوه. حرارت به هیچ وجه بلند نباشه، متوسط باشه. خب دوستان نازنین، به ادامه برنامه خوش آمدید. روز سر ما شب شد، بسیار خستم شدم، ماندم شدم، اینال باید که بسراغا رو جمع کنیم دیگه. سرخ شده، فقط یخم شده، فقط باید داخل پلاستیکا بسته بندی کنیم. طریقه فریز کردنش اینه، میسته وقتی که سرد شد، سرخ کردین سرد شد، داخل خلطه های زیپدار منظم بچینین، در فریزرتون بانین و وقتی که میخواستین استفاده کنین باید بفهمین که چی وقت استفاده میکنین. صبح استفاده میکردین باید شب بکشین در سر میز آشپزخانه تان بانین تا صبح مثل روز اولش میشه، اما ایتو نکنین که دفتن بکشین و در میکرو گرم کنین که قاق میشه. ما به حد دیگه مانده شدم. به این ترتیب تا دو سه بار میتونین فریز کنین، هیچ اتفاقی برش نمیفته. یکی بیخی خورده است. باقی باندهش باشه که من فردا مهمان دارم، او را امیاله در سر یک ظرف میچینم، در سرش تلفن میکشم که تیار باشه به فردا. مهمان ها این فردا بخیر بیاین، نوشی جان کنن. ایم از فردا، بسراغ فردای ما. خود دوستان این طرف هم من یک دو سه پرده از آی خانم پر کردم، در فریزر بردم ماندم که فریز شد و یخ بزنه که باز بسته بندی کنم. یک دانش پیشروی کمره بر شما میکنم که ببینین چی رقم هسته. طریقش عین من تو آشک هسته، فقط به شکل گل پر میشه و نامش هسته آی خانم یا گل خانم. ماشین آش ما اینجا بند کردیم و اینال خمیرا را از داخل ماشین آش میکشیم. اول از درجه کلان باز آرد میزنیم. این دیگه شام همینطور از درجه کلان. حالا اینا رو به اندازه 20 سانت 20 سانت برش میزنیم. یک دقیقه. اینا رو یک قسم برش زدم. از موادی که جور کرده بودم پر میکنم اینا داخلش.
اینا رو که تو پر کردیم کلشه، باز اینا رو این طرفش رو میاریم در بالاش، یه طوری بسته میکنیمش به شکل گل، این رقم رول میکنیم یا میپیچانیمش. بسیار یک شکل مقبوله به خود میگیره مجلسی و از منتو کده ای آسان تر پر میشه. گل خانم یا آی خانم. در مجلس ها چرا خواهم حساب کنین؟ در مجلسی که پخته میکنین نفر یک دانه در نظر بگیرین. 20 نفر مهمان داشتین، 20 تا که پر کنین کافیست. من در تولد دخترم اگه یاد شما باشه پخته کده بودم و امو رقم حساب گرفتم که کله گیره، خدا رو شکر بس کرد. باز اضافه تر پخته نکنین که زیاد میشه. نفر یک دانه کافیسته، چون که دیگه غذا هم هست کسی خورده نمیتونه بیشتر از یک تا. خب اینم شکل نهایی آی خانم. من اینا رو داخل دیگه منتو پر کردم چون که بتونم حساب بگیرم که چند پرده شد و ایره داخل فریزرم جای هستم. این رقم میبرم در فریزر پایان میکنم تا که یخ بزنه، بعد از اون میتونم که در پلاستیکا بسته بندی کنم و نگهداری کنم. 2 الی 4 ماه میتونه نگهداری کنین. اما اگه مهمونتون نزدیک باشه مثل من که فردا باشه، باز امشب میتونین همراه خودم ایده که من تو پایین کنین در فریزرتون و فردا مستقیم همین رقم سر گاز بونین، نمونین که خواهش او شوه، مستقیم سر گاز بونین پختش کنین، تف بتین زیر شاجوش پر کنین، دیگه همین رقم فریز میشه. اما اگه فریزرتون جای نداره که دیگه همین رقم مکمل داخلش بره، سر یک پتنوس یا یک ظرفی که در فریزر نمیشکنه قابلیت گذاشتن در فریزر داره، داخل از او بیچینین فریز کنین، وقتی که یخ زد داخل خلطه ها وردارین. دوستان عزیز، تا جایی را که برنامه را دیدین از 2 روز پیش بود، یک شبانه روز مکمل تیر شد و روز بعدیش است که صبح شد، از خواب بیدار شدیم و آی خانومی را که فریز کرده بودم اینال میخوایم که داخل خلطه ها بسته بندی کنیم و من یک فریزر کلان دارم، داخل امی بسته بندی میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک ذره کوفته هم داشتم، من اینجا کوفته تیار کرده بودم، اینا رو هم فریز میکنم. هر وقتی که کار داشتم میتونم که ازش استفاده کنم و همچنان بسراغ و آی خانومه. البته او شبی که ایره جور میکردم دیگه تا ناوقت پر کردنش طول کشید، دیگه ناوقت شد خواب کردم و فردایش هم مهمان داشتم، مهمانی که قرار بود بیای خانه ما دیروز آمدن و رفتن، دیگه از مهمانی ولاگ نگرفتم. دستشان درد نکنه به خاطر تحفه‌ای که برام آورده بودن، از خاطر خانه تبریکی متشکر بسیار زیاد. و چیزی را که تیار کرده بودم اگه مرا در اینستاگرام دنبال کنین استوری کرده بودم، عزمی آی خانم برشان تیار کرده بودم، برنج و مرغ کرده بودم و کوفته. دزرتم فرنی بود، جایش ما خالی، همراه چایم که بسراخ بود. این خلطه های زیپیدار رو میتونین که از همین فروشگاه به دست بیارین، من از دلار میخرم. گوشت کوفته ایرم که هر مقداری شما داشته باشین میتونین که همراه پیاز و مساله جات میکس کنین مثلی که همون لحظه میخواین پخته کنین. البته دیروز من کوفتم پخته کرده بودم و این همون باقی مانده گوشت هسته که زیاد بود. اینالی دفعه بعدی که بخوایم پخته کنیم میره، تنها یک لاب جور میکنم و داخل لاب میچینم، یک ساعت جوش میتونمش پخته میشه. و آی خانم هم هر وقتی که خواستین پخته کنین ایره اینه میرخم مستقیم از فریزر میکشین، در دیگ میچینین پخته میکنین، ایتو نمیمانین یک گوشگک زودتر بکشین که یک خواهش آشوه که باز خراب میشه بدمزه میشه. عمر جانم که امروز از کار خانه است، عمر جان بیا سلام علیک میکنی. سلام سلام
هموطن های عزیز الان میای سلام سلام هموطن های عزیز حاج عمر امروز در خدمت من منتو بخته میکنم انشاءالله منتوی خوشمزه منتوی گوشتی مردم ها را خوشت میایه مندو به گوشتی را آدم گوشخور و انشاءالله سال نو شما مبارک یک سال خوب و خوش داشته باشین و میبینین سال نو جی آوردی خیراتش برکاتش انشاءالله که سال خوب باشه انشاءالله دوستان عزیز خیلی دوست دارم عمر جان درباره بسراقایی که برات پخته میکنیم که در تاکسی میخوری چطور است خوب باشه با خدا کمک میکنم اصلا گوشنگی حس نمیکنم آدم اوکی گپ بزن سلام دوستان خوش آمدید به ولاگ جدید آفرین امروز منتو پخته میکنیم عمر منتو پخته میکنم آره میخورید منتوهای بابایت پخته میکنم آره دو کیک فلکار اسرا کم هیر کم گپ میزنی اسرا She's a clever. Come here. Don't be shy on the camera. Yeah, she's Don't not. Be shy. Oh. Don't be shy. Oh, Asra. Asra, گپ نمیزنه. Asra. Come with us here. خود دوستای نازنین همونطوری میبینین امروز افتاب هم داریم خدا رو شکر افتابیست خانه مگم منفی 11 درجه است بسیار خنک کس رفتن نمیشه بیرون دیگه من اینا رو پاکت بندی کردم این رقم در یخچال تون در فریزر تون نگاه کنین هر چند تایی که کار داشتین استفاده کنین اگه با مهمونی یا با خودتون پخته میکنین نفر یک دونه در نظر بگیرین در صورتی که در منویتون دیگه چیزام هسته کافی است دیگه اینا رو من فریز میکنم و با سراغ امینال میرم برتون در آشپزخانه در فریزر آشپزخانه اورا فریز کردیم سه پاکت شد یک پاکت شما در سر میز گذاشتیم که با مهمونا دیروز استفاده کردیم سه پاکت دیگه شست در فریزر گمر جان طرف کار رفت باز خط خود گرفته ببره هم تازه و سالم میمونه خب دوستا در یخچال خود در فریزر خود بسراغا را بسته بندی کردم که امیر هم شما میتونین استفاده کنین وقتی که میخواستین استفاده کنین باید شو از یخچال بکشین که به فرداش این دی فریز شوه یا خواه شو شوه و قابل استفاده باشه اینجا من یک سیمی دیگه یک پتنوس دیگه آی خانم دارم که این را هم باید بسته بندی کنم دیگه شما عزیزای دل به خدا یکتا میسپارم تشکر که برنامه را سعی کردین خدا کنه که این ویدیو کمک شده باشه بر شما عزیزای دل و تا یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار میگیرم شما رو به خدا یکتا میسپارم شب و روزتان خوش روزای رخصتیتان خوش انشالله تا وقت باز بخیر میبینیم پناهگاهتان به خدا با امان خدا